دارو که اینجا مطرح شد گران شده و ازیت بر اقلام دارو، ما به هیچ عنوان قبول نداریم این رو، یعنی من نمیپسندم به هیچ وجه. دارو مورد نیازه، دردی بر درد شما نیافزاییم که بیایم قیمت دارو رو اجازه بدیم افراد سوداگر در این رابطه بتونن فعال بشن و بیاد قیمت دارو رو بیان به جیب بزنن و گران کنن. اظهارات روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران مبنی بر افزایش نیافتن قیمت دارو و در عین حال تاکید عضو کمیسیون بهداشت مجلس بر افزایش قابل توجه قیمت دارو از سال آینده درست در همین روز. دو هفته پیش با وجود هشدارها درباره افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه 1401 را با تاکید بر حذف ارز 4200 تومانی به مجلس فرستاد. با این وجود وزیر اقتصاد اعلام کرد که برای دو قلم کالا همچنان ارز دولتی پا بر جا خواهد بود. ما بتوانیم این اطمینان رو داشته باشیم که به بیماران ضربه جدی وارد نمیشه، ارز دارو در واقع حفظ خواهد شد، ارز ترجیحی اون با وجود این گفته ها اما هنوز وضعیت ارز ترجیحی، حذف و یا اختصاصش به کالاهای خاص از جمله دارو نامشخص است و مسئولان به تناوب اظهارات متناقضی را در این باره بیان می کنند. از جمله روز شنبه همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال 1401 به طور کلی دارو با ارز 4200 تومانی وارد نخواهد شد و همه داروهای خارجی با ارز آزاد تهیه خواهند شد. به گفته آقای نجف آبادی قیمت دارو در سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود. در سال جاری هم با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات دارو، کمبود بسیاری از اقلام و همچنین تورم شدید قیمت برخی داروها باعث نارضایتی‌های زیادی میان شهروندان شده است. به گفته مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، ذخایر حدود 40 قلم دارو در کشور بسیار کم است و اگر تا آخر سال ارز مورد نیاز تامین نشود، کمبودهای دارویی به 400 تا 500 قلم دارو گسترش خواهد یافت. با این حال برخی مسئولان بهداشتی در دولت 13 موافق حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو هستند. مشخص نیست واقعا دارو یا مواد اولیه دارویی وارد شده یا چیزهای دیگه، هم ممکنه که باعث قاچاق معکوس دارو بشه. داروهایی که ما با قیمت بسیار زیاد از خارج کشور با دشواری وارد ایران میکنیم، به خاطر اختلاف قیمت زیادی که بین این دارو در ایران و خارج وجود داره، دوباره از مرزهای ما به طریق دیگری خارج میشن و این متاسفانه باعث هدر رفتن منابع ما میشه. اما چالش دیگر بازار دارو در ایران طرح جایگزینی نسخه کاغذی با نسخه های الکترونیکی است. طرحی که از اول دی ماه اجرایی شده و باعث سردرگمی بیماران و ایجاد صفهای طولانی در داروخانه ها شده است. نسخه الکترونیکی در بسیاری از کشورها سال هاست که رایج شده، اما اجرایی شدنش در ایران نیازمند ایجاد ساختار و سازوکاری مناسب است. زیر ساختا کامل نیست. زیر ساختا هم یه مقداریش مربوط به ما است و عمدتا مربوط به وزارت ارتباطات است. بعضی از نقاط کوهستانی، بعضی از نقاط روستایی که در نقاط کور قرار گرفته و اینترنت و اینها اونجا خیلی نیست. روز 29 آذر ماه سازمان نظام پزشکی ایران هم با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات اجرای شتاب زده طرح نسخه نویسی الکترونیکی هشدار داده بود. عدم هماهنگی نسخه‌های الکترونیک با سامانه‌های بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی از جمله مهمترین چالش‌های این طرح در ایران عنوان شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.